در موضوعات دو جانبه اتفاق نظر داریم که در آینده نزدیک کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران برگزار شود. از طرف جمهوری اسلامی ایران وزیر محترم ارتباطات ریاست کمیسیون مشترک رو عهده‌دار هست. ما همچنین توافق کردیم که ساب کمیته ها و کمیته های فرعی زیر مجموعه کمیسیون مشترک در زمینه های کنسولی، تجاری، اقتصادی، مبارزه با تروریسم، فرهنگی، علمی و دانشگاهی و سایر کمیته های مرتبط به طور فعال جلسات و دیدارهای منظم خود را در پایتخت‌های دو کشور انجام بدهند. از سال 2017 میلادی تا کنون کمیسیون مشترک بین دو کشور برگزار نشده است و برگزاری این کمیسیون در آینده نزدیک یکی از دستاوردهای سفر جناب آقای عبدالقادر به تهران خواهد بود. توافق کردیم که در ماه آینده وزیر محترم آموزش عالی مالزی به تهران سفر بکند. با توجه به همکاری‌های خوب و مفید در حوزه تبادل استاد و دانشجو بین دو کشور، ما این سفر را گام مهمی در توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین دو کشور می‌دانیم. دو طرف بر نقش مهم دیپلماسی سران تأکید کردیم. آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم اسلامی ایران، از نخست وزیر محترم مالزی برای سفر به تهران دعوت کردند. دعوت متقابلی نیز از جناب آقای دکتر رئیسی برای سفر به کوالالامپور وجود دارد. ما از مسیر دیپلماتیک در حال تنظیم زمان سفر و دیدار رؤسای دو کشور هستیم. امروز در گفتگوهایی که در خصوص موضوعات دو جانبه بین ما انجام شد، برای آماده سازی اسناد قابل امضا در جریان دیدار رؤسای دو کشور اتفاق نظر داشتیم و تیم همکاران ما در وزارت امور خارجه دو کشور با کمک سایر بخش‌های دولتی و خصوصی برای آماده سازی این اسناد تلاش‌های خود را از هفته آینده در پایتخت‌ها با جدیت آغاز خواهند کرد.